درود به همگی بچه ها، برگشتیم با یه ویدیو جدید. چند وقت بود نبودیم، از همتون معذرت‌خواهی میکنم. بیشتر از قدیم و گذشته هر روز واسهتون میخوام ویدیو بذارم، بریم ببینیم چیکار میکنیم. امروز اول از همه میخوام 10 تا از پرطرفدارترین آرتیست ها از نظر اسپاتیفای که بیشترین استریم آهنگو داشتن و واسهتون نام ببرم که بدونید پرطرفدارترین آرتیست ها تا پایان سال 2019 بر طبق اسپاتیفای چه آرتیست هایی هستن. خب از شماره دهم شروع میکنیم، ریهانا. ریهانا 12,439,402,033 استریم داشته تو اسپاتیفای. شماره 9 Coldplay، فکر کنم فقط با 100,000 تا اختلاف تو رده نهم جا داره، 12,537,501,685. شماره 8 شوهر یا دوست پسر بلا حدید، The Weeknd، که با 1,000,000,000 اختلاف، یعنی 13,004,727,905 استریم آهنگش داشته تو تا پایان سال 2019. یعنی یه آهنگش نه، همه آهنگش رو هم دیگه. شماره 7 کانیه وست، 13,265,705,598. شماره 6 جاستین بیبر، 14,346,871,171. شماره 5 آریانا، 16,035,717,919 تا. شماره 4 M&M، 16,126,000,000 اختلافش با آریانا فقط 100,000 تاست، ببخشید 100,000,000، 347,888 تا. پست مالون که با آهنگ راکستار شبات مدیون این استریمو، که 16,931,378,076 تا. شماره 2 اد شارن، واقعا این بشر دیوونه است، همه ترکاش عالیه، 22,695,624,156 تا. شماره 1 دریک، دیگه غیر از این انتظار نمیرفت، 28,278,401,990 تا. شماره 0 پوتک، 2,438. خب این از 10 آرتیست برتر از نظر اسپاتیفای بود. حالا میخوام واسهتون یه ویدیو آماده کردم که 10 تا از آهنگایی که تو کل تاریخ تا 2020 بیشترین استریم رو تو اسپاتیفای داشتن، بریم ببینیم. Dancing in the dark with you between my arms, you're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left. I'm in love with your body. خیلی خوب بچه ها، فکر کنم آشنا شدید با کسایی که بیشترین طرفدارها رو، بیشترین استریم‌ها رو تو اسپاتیفای دارن. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دوست دارید ویدیوامون بیشتر در چه موردی باشه، حتما کامنت کنید، بنویسید، سابسکرایبتون نره، لایک کنید، دیسلایک خوشتون نیامد کنید.
عاشقتم.